همراه میشیم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین. آقای مهرابی، خب ما الان میبینیم که این ارقامی که ارائه میشه و ادعاهایی که دارن متفاوت هستش. شما این آمار و ارقام رو چطور ارزیابی میکنید؟ به هر حال این بحث اجرا نشدن سند چشم‌انداز و برنامه توسعه بخشش به این برمیگرده که اساساً ساختار حکومت به این موضوع اعتقادی نداشته، یعنی در دوره‌ای به هر حال این سند چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه تصویب شد که به نوعی دولت آقای هاشمی رفسنجانی یا دولت آقای خاتمی بود. بعد از زمانی که دولت آقای احمدی نژاد اومد اساساً اعلام کرد که به اون سند چشم‌انداز یا بحث توسعه اعتقاد نداره. حتی آقای احمدی نژاد عبارت توسعه رو به نوعی عبارت غربی به کار برد و بحث پیشرفت از دوره ایشون به نوعی به جای توسعه جایگزین شد. مجلس هفتم هم برنامه توسعه چهارم که در دولت آقای خاتمی ترسیم شده بود رو عملا رد کرد و بخشی از این که به هر حال این سند چشمنداز یا برنامه های توسعه محقق نشده به این برمیگرده که ساختار حاکمیت اساسا به اون برنامه های توسعه که نوشته شده اعتقادی نداشته و به تعبیر این تو برنامه های توسعه را تدوین شده توسط کارشناسانی دونستن که از الگوهای غربی بهره برداری می‌کردند. الان اگر ما بخوایم مثلا سند چشم‌انداز 20 ساله رو ملاک قرار بدیم، باید ایران در سال 1404 به قدرت اول منطقه تبدیل بشه، در حالی که اساسا این موضوع وجود نداره و با هیچ شاخصی حتی در این 3 سال هم هر اقدامی انجام بشه بعیده که هیچ کدوم از اون اهدافی که در سند چشم‌انداز 20 ساله پیش بینی شده محقق بشه. اون بستری که به تعبیری برای این برنامه‌های توسعه نوشته شده این بوده که کشور در یک شرایط خاص یا نرمالی باشه که به هر حال بشه این برنامه ها رو اجرا کرد. اساسا از دهه 80 کشور درگیر موضوع پرونده اتمی بوده و اون برنامه‌های توسعه‌ای که تدوین شده یا سند چشم‌انداز مبتنی بر این بوده که به هر حال موضوع برنامه اتمی هم حل بشه و قاعدتاً تا زمانی که این برنامه حل نشه، این مشکل حل نشه، هیچ کدوم از بحث‌های مربوط به سندهای توسعه نمیتونه محقق بشه. بله، آقای قالیباف میبینیم که از ناکارآمدی اشباه شده در صحبتاش گفته و گفته راهکارش اینه که امثال ما نباشن، ولی خودش میبینیم که 50 سال سمت مدیریتی داشته. چرا ایشون و دیگران کنارگیری نمی کنن و چقدر این مدیریت های طولانی باعث این مسئله شده اصلا؟ صحبت‌های آقای قالیباف در جمع مدیران آموزش پرورش بوده و اتفاقاً آقای قالیباف با وجود اینکه به ناکارآمدی اشباه شده اشاره کردن، برعکس موضوع رو معتقدن. یعنی مثلا درباره آموزش پرورش مثال زدن که هر 20 ماه یک وزیر عوض شده و ایشون مدیریت‌های کوتاه مدت را مشکل موضوع می‌دونن، نه اینکه افرادی به هر حال مدیریت‌های بلند مدت داشته باشن. قاعدتاً خطاب ایشون هم به خودشون نیست، چون به هر حال ایشون خودشون را خیلی چهره اجرایی قوی میدونن و خطابشون قاعدتاً به چهره‌های دیگر هست. موضوع ناکارآمدی اشباه شده علاوه بر این که به هر حال حضور طولانی مدت مدیران در سمت‌ها دلیلش هست، یک مشکلات ساختاری هم وجود داره. یعنی بحث به هر حال ساختارهای مدیریتی در ایران دچار مشکل هست، حتی این موضوع در دولت‌های مختلف هم وجود داشته. بحث‌هایی که مثلا مطرح کردن درباره بازنشستگی مدیران یا بحث‌های اینچنینی هم به صورت کامل اجرا نشده و مثلا فردی شهردار مشهد بوده، به دلیل قانون بازنشستگی مدیران استعفا داده و بعد معاون وزیر نیرو شده. اینها علاوه بر این که به هر حال حضور دراز مدت مدیران در سمت‌ها باعث این مشکلات هست، مشکلات ساختاری هم وجود داره. متشکرم از توضیحات شما، احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین.